هوشنگ علیزاده از تماس به هیئت علمی پردیسی کشاورزی و علوم طبیعی دانشگاه تهران. در رابطه با مولکولار فارمینگ کار میکنم. بخشی از مولکولار فارمینگ تولید واکسن های خوراکی یا تولید واکسن در داخل گیاه هست. در این رابطه ما بر روی باکتری شیگلا دیسنتری که بیماری اسهال خونی رو در انسان ایجاد میکنه کار میکنیم. این شیگلا دیسنتری یک باکتری روده‌ایه. این باکتری باعث بیماری میشه و در افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیفه مثل کودکان و یا سالخورده ها باعث مرگشون هم میتونه بشه. از این باکتری به عنوان یک عامل بیولوژیک هم مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان یک سلاح بیولوژیک هم هستش که نیروها رو از کار میندازه. و یا برای جمعیت استفاده میشه برای اینکه جمعیت رو از کار بندازه و غیر فعالشون کنه. برای این باکتری هنوز واکسنی ارائه نشده، هرچند کارهای زیادی در این زمینه صورت گرفته. مدتی که روی باکتری کار میکنیم تقریبا حدود 7-8 سالیه کار میکنیم و تونستیم یکی از پروتئین این باکتری رو به عنوان آنتیژن اصلی جدا کنیم. این پروتئین میتونه نقش همین باکتری رو بازی کنه و بتونه سیستم ایمنی رو فعال کنه و میتونه به جای اینکه از خود باکتری به صورت کامل استفاده کنیم فقط از این پروتئین به عنوان واکسن مورد استفاده قرار بگیره، به عنوان آنتیژن مورد استفاده. برای اینکه کاری این آنتیژن رو بالا ببریم یک بخش سم این باکتری هم به این پروتئین اضافه کردیم و به صورت یک پروتئین مصنوعی یا شیمیلیک درش آوردیم که کارهای بیشتری در فعال کردن سیستم ایمنی انسان داشته باشه. این پروتئین رو بر روی موش تست کردیم و نشون دادیم که سیستم ایمنی موش رو فعال میکنه به خوبی بر علیه شیگلا دیسنتری، به طوری که موش ها میتونن تا 10 برابر دوز سم شیگلا رو تحمل کنن، 10 برابر دوز کشندگی سم شیگلوز رو تحمل کنه. این پپتید و یا این پروتئین رو که به صورت مصنوعی بوده به صورت یک ژن مصنوعی در آوردیم و ژن مصنوعیش رو به داخل گیاه کاهو منتقل کردیم. گیاه کاهو به دست آوردیم. این گیاه کاهو توانایی تحریک سیستم ایمنی رو داره. به موش خوروندیمش، به 3 نوبت هر 2 هفته در میاد. موشایی که اینو خورده بودن این کاهو رو در 3 نوبت و 2 هفته در میاد تو اون وقت آوردیم و سمو برشون تاثیر دادیم. این موشا تونستن 10 برابر سم کشندگی یا LT50 رو تحمل کنن و قادر بودن که زنده بمونن، به طوری که موشای کنترل در همون روز اول با سم از بین رفتن. به این ترتیب گیاه به عنوان یک واکسن مطرح میشه. دیگه واکسن لازم نیست تزریقی باشه، لازم نیست واکسن رو نگهداری کنیم در سرد خونه و حالت اینجور، یا متخصص بیاد اینه نگهداری کنه. شما بذر گیاه میکارید، گیاه رشد میکنه و به عنوان سالاد مورد مصرف قرار میگیره. رسوندن واکسن برای این بیماری به نواحی دوردست که در معرض این بیماری وجود داره شاید مشکل باشه. متخصصین وردن تا بتونن واکسن و حمل واکسن، زمانش، تولید خود واکسن هم هزینه خیلی بالایی رو میبره، به خصوص برای ما که تو جهان سوم زندگی میکنیم و دسترسی به واکسن شاید برای همه مقدور نباشه. پس اگر واکسن رو به صورت واکسن های خوراکی یا ادیبل تبدیل کنیم و راحتی در دست همه قرار بگیره، یا اینکه بتونیم واکسن رو تولید کنه، میتونه خیلی بهتر از این باشه که
یک بخشای بهداری داری یا بهداشت ما بیان عمل تزریق واکسن انجام بده. اصلا میشه این بعض رو توضیح کرد و خودشون بکارن و مصرفش کنن و اینجور. برای این منظور ما اومدیم مقاومت یا تولید واکسن در داخل گیاه کاهو انجام بده، گیاهی که سبزی نش مورد استفاده قرار میگیره و به صورت سبز خاری و خام خاری در استفاده میشه.